در این بخش برنامه شهلا دانشور ما را همراهی میکنه، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. شهلا دانشور سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این ویژه برنامه. سلام میکنم به شما و بینندگان گرامی این برنامه. شب یلدا رو به همه شما تبریک میگم. سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید شهلا دانشور. من هم به نوبه خودم و همه دستاندرکاران این ویژه برنامه شب یلدا رو به شما تبریک میگم. شب ویژه‌ای هست شب یلدا، به طور مشخص در سالهای اخیر و دومین شب یلدایی که در انقلاب زن زندگی آزادی فرا میرسه. به نظر شما واکنش هایی که از طرف خانواده های دادخواه میبینیم به مناسبت شب یلدا، که حتی شاد باش میگن، تبریک میگن به مردم ایران شب یلدا رو، و همچنین پیام های بسیاری که از طرف فعالین جنبش های اعتراضی میبینیم و میشنویم که در این برنامه هم منعکس شده و خواهد شد، چه تصویری از جامعه ایران و مشخصا فضای سیاسی میده؟ بله، ببینید، شب یلدا هم در واقع بازتابی از فضای سیاسی جامعه است. رنگ انقلاب زن زندگی آزادی رو داره. جامعه ای که ایستاده و میگه ایستادیم تا پایان و کوتاه نمیاد. این رو در هر فرصتی ما میبینیم جامعه داره فریاد میزنه و امشب در طولانی ترین شب سال میبینیم که به این شکل، به قول شما، با پیام ها، با گرامی داشت یاد عزیزان و با شادی جواب جمهوری اسلامی رو جامعه داره میده. این یعنی یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی. این یعنی پایان دادن به تحجر و بساط فقر و بردگی جمهوری اسلامی. ببینید، شبکه سراسری زن زندگی آزادی فراخوانش به همه مردم این بود که شب یلدا رو با اعتراض، شادی و بزرگ داشته یاد و راه قهرمانان را آزادی، انسانیت و برابری برگزار کنیم. و من میخوام بگم که جامعه داره به همین پاسخ میده و تو همین پیام ما میخونیم، میگه شب یلدا رو به مناسبت تولد و یادبود یلدایمان و تمام جانباختگان راه آزادی گرامی بداریم. و من با همین فراخوان صحبت میکنم و به گفته شما این دومین شب یلدای انقلاب زن زندگی آزادی رو فرصتی میبینم برای همبستگی مردمی، برای فریاد رساتر خانواده، فریاد رساتر نه به جمهوری اسلامی، و برای همبستگی با خانواده دادخواه، خانواده زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی، بزرگداشت یاد تمامی جانباختگان. این فضایی که جامعه تو این فضا داره ادامه انقلاب زن زندگی آزادی رو فریاد میزنه. شهلا دانشور، ما در انقلاب زن زندگی آزادی یکی از بی سابقه ترین اتحادها و همبستگی ها رو دیدیم. در یک همچین مناسبت هایی مثل شب یلدا و مشابه، این همبستگی و اتحاد چه ضرورتی داره و چقدر میتونه به فضای اعتراضی کمک بکنه و تاثیرگذار باشه؟ ببینید، این همبستگی رو همین الان در پیام ها و گفتمان های شب یلدا داریم میبینیم و این همبستگی در واقع داره قدرت جامعه رو در مقابل جمهوری اسلامی به نمایش میذاره. این بسیار بسیار مهمه. با این همبستگی ها، با اعتراضات بخش های مختلف جامعه، دادخواهان، دانشجویان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، همه بخش های جامعه، مسیری هست که میشه جمهوری اسلامی رو بساطش رو جمع کرد. و خوشبختانه امروز جامعه تو همین مسیره. شما به اعتراضات کارگری نگاه کنید، به همین فراخوان بزرگ، تجمع بزرگ بازنشستگان در تهران برای 4 دی ماه نگاه کنید، به اعتراضات گسترده در نفت نگاه کنید، به میدان آمدن دوباره پرستاران نگاه کنید و به مراسم ها و مناسبت ها نگاه کنید، به همین شب یلدا نگاه کنید که چطور دارن یاد عزیزان رو گرامی میدارن. این یعنی همبستگی، این یعنی جمهوری اسلامی نابود باید گردد. خیلی متشکرم از شما شهلا دانشور که همراه ما بودید در این ویژه برنامه. متشکرم.